خیلی سخته وقتی که میبینم دیگران با من مخالفن. با نظر من مخالفن، با روش‌های زندگی من مخالفن. وقتی که یه نظری میدم، یه ایده‌ای میدم، یه کاری رو میخوام بکنم، باهاش مخالفن و میگن اینطوری نه، اونطوری بهتره. این واقعاً برام غیر قابل تحمله. چقدر ما میتونیم به دیگران توجه کنیم و اونا رو بپذیریم با علارغم تمام اختلافاتی که با هم، اختلاف نظرهایی که با هم داریم؟ چطور میتونیم با اونا ارتباط برقرار کنیم؟ قبول بکنیم که دیگران هم یه فکری دارن. توی این باغ بزرگی که خدا آفریده، توی این گلدون بزرگ خدا، همه ما یه گل نیستیم. رنگ های متفاوت داریم، عطر های متفاوت داریم، ولی با همدیگه در یک گلدونیم. چطور میتونیم تو این گلدون با هم رشد بکنیم و با هم یک زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشیم؟ چطور میتونیم توی این گلدون ریشه همو نسوزونیم؟ چون که رنگامون متفاوته. چطور میتونیم هممون گل بدیم در کنار هم تا گلستانی باشیم؟ گلستانی باشیم برای خدا که عطر خوشبوی اون رو پخش میکنه. به جای اینکه همدیگر رو بگزیم برای اینکه رنگ اون زرده و من گل سرخم، برای اینکه اون درخته و من چمنم، همدیگر رو چطور نگزیم و چطور بتونیم همدیگر رو قبول بکنیم، بپذیریم و در کنار هم یک زندگی مسالمت و آمیز داشته باشیم؟ چون خدا ما رو خونده برای اینکه در مصالحه و در دوستی با هم دیگه زندگی بکنیم. پس بیم با هم دیگه با فروتنی، با محبت، با فیض هم دیگه رو بپذیریم و با هم دیگه بتونیم رشد کنیم، بتونیم از هم دیگه بشنویم و دیگران رو نگزیم. همیشه هر تفاوتی نشانه اختلاف نیست. هر تفاوتی نشان دهنده این نیست که ما با همدیگه در تضاد و دشمنی هستیم. ما به گونه متفاوت ساخته شدیم ولی با هم دشمن نیستیم. میخوایم با هم صحبت بکنیم که چطوری میتونیم با همدیگه یک زندگی مسالمت‌آمیز و دوستانه علی‌رغم اختلاف نظرها داشته باشیم. پس بیایید با ما همراه باشید. عزیزان بیننده سلام، خوشحالم که در برنامه تجربه ها در خدمت شما هستم از تلویزیون ساسون پارس. در این هفته ادامه بحث قبلیمونو در رابطه با احترام علارغم تفاوت ها با هم دیگه داریم. منم سلام میکنم خدمت شما بینندگان عزیز که این هفته هم با ما همراه هستید در برنامه تجربه ها. برنامه تجربه ها تشکیل شده از تجربه من و مژگان و تجربه های شما و تجربه افرادی که ما باهاشون مصاحبه میکنیم. خیلی خیلی عزیزان خوشحال میشیم و بر ما منت میذارید اگر از تجربه های خودتون برای ما بنویسید، از طریق فیسبوک، از طریق ایمیل، از طریق تلفن و از تمام راه هایی که میدونید چطور با ساسون پارس تماس بگیرید، با ما تماس بگیرید و از تجربه های خودتون ما رو اطلاع بدید. نایل جان، در هفته قبل ما صحبت کردیم راجع به اینکه چطور میتونیم علارغم تمام تفاوت هایی که با هم دیگه داریم با هم یک ارتباط درست، سازنده و سالمی داشته باشیم. تو قسمت مقدمه هم شما خیلی زیبا توضیح دادین که چطور میتونیم واقعا در کنار هم دیگه رشد کنیم و در دنیای اطرافمون ثمر بیاریم. توضیح دادیم که چطور میتونیم همدیگر رو بپذیریم، از همدیگر بشنویم و همدیگر رو نگزیم. و این هفته میخوام راجع به برخورد عیسی مسیح صحبت کنیم. نحوه برخورد عیسی مسیح با کسانی که با اون هم نظر نبودن، با اون هم عقیده نبودن، چطور با اونا معاشرت میکرد، چطور اونا رو شفا میداد. که زیاد هم داریم در طول کتاب مقدس ما نمیبینیم وگر از 12 تا شاگرد عیسی مسیح و چند نفر از کسانی که اون رو پیروی میکردن بقیه با عیسی مسیح مخالف. دقیقا. و چطور میتونیم از روش عیسی مسیح استفاده کنیم برای ارتباطات امروزمون؟ اگر میشه یه مقدار راجع به این صحبت کنیم.
وقتی که این درس رو تهیه میکردم داشتم فکر میکردم که آیا عیسی مسیح در اون عصری که زندگی میکرد آیا فقط به شاگردان خودش توجه میکرد؟ درسته که یک توجه خاصی به شاگردان خودش داشت، ولی آیا فقط محبت عیسی مسیح فقط برای شاگردانش بود و بعد اونایی که اون رو پیروی میکردن؟ اگر اون فریسی یا اگر اون باجگیر که اون رو پیروی نمی کردن و گناهکار بودن، آیا مورد شماتت عیسی قرار می گرفتن؟ آیا مورد غضب عیسی مسیح قرار می گرفتن؟ یا از اون نگاه هایی که گاهی اوقات ما به هم می دازیم که چرا با من مخالفه، مخالفتی نشونش بدم که حذف کنه؟ آیا عیسی مسیح هم این کارا رو می کرد؟ یکم بیشتر دقت کردم روی اعمال عیسی مسیح، ولی دیدم که نه، عیسی مسیح مثل ما نبود. خدا رو شکر عیسی مسیح مثل ما نبود و محبت عیسی مسیح شامل حال همه بود. عیسی مسیح وقتی که جای رد میشد یه افسر رومی میاد میگه که غلام من رو شفا بده. عیسی مسیح فکر نکرد که توی افسر رومی اومدی کشور ما رو گرفتی، به ما داری زور میگی، مالیات زور داری از ما میگیری و به مردم ما ظلم میکنی، ما زیر سلطه شما هستیم، حالا تو اومدی به من میگی بیا غلام من رو شفا بده. در واقع یک دشمن بود، یک دشمن بود که اومده بود از او خواهش میکرد، ولی میبینیم که عیسی مسیح این کار رو نکرد و غلام او رو شفا داد. برای یک یهودی درست نبود که اصلا با یک غیر یهودی معاشرت داشته باشه. توی عهد عتیق میخونیم که خدا بارها و بارها به اونها گفته بود که با اقوام غیر یهود کاری نداشته باشید، برای اینکه اونها بت‌پرست بودن و ممکن بود که این قوم اسرائیل رو، این قوم برگزیده خدا رو که برای نجات انتخابشون کرده بود رو به طرف گناه و بت‌پرستی بکشن. ولی در عیسی مسیح میبینیم که این مرز برداشته میشه. عیسی مسیح خودش این مرز امت‌ها و غیر امت‌ها و نمیدونم یهود و غیر یهود رو برمی‌داره. وقتی که روزی عبور می‌کرد از جایی، یک خانومی که اهل فنیقیه بود برمی‌گرده میگه که عیسی مسیح دخترم رو شفا بده. که در اون زمان مردم یهودی فکر می‌کردن که فنیقیه‌ها مثل سگ کثیف و نجسن. عیسی مسیح به اون میگه که جایز نیست که خوراک فرزندان رو بگیریم و جلوی سگ‌ها بیاندازیم. اون زن میگه که بله، سگ‌ها هم از خورد نان‌های سفره آقای خود میخورن. و اینجا مسیح میاد اون زن رو از اون مقامی که دنیای یهود اون روز به اونها داده بودن و اونها رو مثل سگ پست میشمردن، اونو میاره بالا. نه تنها میاره بالا، میبینیم که از یهودی ها میبردشون بالاتر، میگه چنین ایمانی من در یهود هم ندیدم و بچه او رو شفا میده. شفای عیسی مسیح فقط برای قوم یهود نبود، فقط برای دوستای خودش نبود. درست روزی میره خونه مادرزن پتروس و میبینه که مادرزن پتروس تب داره، عیسی مسیح او رو هم شفا میده. ولی میبینیم که یهود، غیر یهود، یونانی، سامری، همه اینها در آغوش عیسی مسیح تونستن جا بگیرن. و چقدر خوب که عزیزان ما هم آغوش خیلی بازی داشته باشیم. اون کسانی که با ما مخالفن، اون کسانی رو که فکر دیگه میکنن رو ما بتونیم در آغوش خودمون جمع بکنیم. یه جمله خیلی قشنگی یه دفعه توی کتابی خوندم که میخوام برای مژگان جان شما و بینندگان عزیزمون بخونم. اینطور نوشته بود که این بزرگ منشی انسان است که علی‌رغم اختلاف و دگراندیشی بتوانی با کسی سر یک میز بنشینی. علی‌رغم اینکه من با شما مخالف هستم، بتونم شما رو محبت بکنم، بتونم پیغام مسیح رو به شما بگم و بتونم محبت خدا رو به شما نشون بدم. خیلی قشنگه این جمله و این واقعا روش عیسی مسیح، همینطور که شما گفتین، علی‌رغم اینکه واقعا دشمنانش، افرادی که اصلا از قوم او نبودن، افرادی که خیلی پست بودن در اون زمان، چطور عیسی مسیح اونا رو شفا میداد و اونا معاشرت میکرد و
و این مسئله خیلی مهمه که ما بدونیم آیا عیسی مسیح فقط برای قوم یهود اومد و آیا عیسی مسیح کسای دیگر رو نجات نداد؟ توی انجیل یوحنا 3:16 این آیه رو میخوام بخونم. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. جهان را، کسایی که یهودی نبودن فقط، هر کس را عیسی مسیح نجات داد و عیسی مسیح برای همه اومد. چطور ما میتونیم واقعا علارغم اینکه خیلی یا مثل ما نیستن، با ما مشکل دارن، ما رو دشمن میدونن و از قوم، نژاد، از رنگ ما نیستن، چطور میتونیم با اونا معاشرت کنیم؟ حتی از فرقه ما نیستن توی کلیسا، حتی از هم مرام ما نیستن، چطور با اونا بتونیم با احترام ارتباط درستی رو برقرار کنیم؟ یاد اون تجربتون افتادم که خانمی به کلیسا اومده بود و گفته بود اینجا خیلی ساکته، نمیتونم اصلا دعا کنم. نه جان، چطور شد؟ ارتباط کاملا قطع شد باهاش یا نه ادامه پیدا کرد؟ نه، خوشبختانه ارتباط ما با هم قطع نشد. برای بینندگان عزیزی که تازه ممکنه برنامه گذشته ما رو ندیده باشن، من یه توضیح کوتاهی در مورد بله. با اجازه شما یه توضیح کوتاهی در مورد این تجربه بگم. یه دفعه من یه عزیزی اومده بود کلیسای ما و از من خواست اون رو به یه کلیسای امریکایی هم ببرم. ایشون تازه وارد امریکا شده بودن. وقتی که بردمشون کلیسای امریکایی، خب توی اون کلیسای ما خیلی ساکت هستیم و خدا رو در سکوت هم پرستش میکنیم. خب سرودها خونده میشد، ما عادت نداریم اونجا دست بزنیم موقع سرود خوندن و دعا خیلی ساکته، یک نفر دعا میکنه، در پایان یکی آمین میگه. ولی ایشون از سکوت کلیسا برایشون سنگین اومد. وقتی کلیسا ساکت بود، من یه دفعه دیدم که این دوست من پاشد و رفت بیرون. من گفتم چی شد؟ خب چون دوست من بود، من میزبان بودم، احساس وظیفه کردم، رفتم دنبالش. عزیزم چی شد؟ گفتش که اصلا خیلی خیلی سنگین بود. گفتم چی سنگین بود؟ گفت من میتونستم در این سکوت صدای قلب خودم رو بشنوم. گفتم که خب مگه بده؟ گفت من اصلا نمیتونم اینجوری پرستش بکنم. چون ما یاد گرفتیم موقعی پرستش کردن دست میزنیم، یا موقعی که مثلا یکی داره دعا میکنه ما با صدای بلند هللویا میگیم، آمین میگیم، نمیدونم ضرب میزنیم، چه کار میکنیم، خلاصه خیلی اینجوری. خب من گفتم که خب اون هم یک روش پرستشه، این هم یه روش پرستشه، حالا برای هفته آینده من سعی میکنم که تو رو یک کلیسای دیگه ببرم. خب کمک کردم، ایشون رو یک کلیسای پیدا کردیم که نحوه پرستششون اونطوری بود، با شادی بیشتر خدا رو پرستش میکردن. بردم اونجا، معرفیشون کردم، حتی چند بارم به اون کلیسا رفتم، بهش سر زدم که احساس نکنه من اون رو ترک کردم یا از اون رفتارش ناراحت شدم. نشدم، برای اینکه خود منم وقتی که میرم جایی که موقع دعا همه دارن سر و صدا میکنن، من نمیتونم تمرکز بکنم. درسته. حالا یه سوال من دارم از شما و از بینندگان عزیزمون. بیننده عزیز ما، اگر شما با کسی برخورد بکنید که هم مذهب شما نیست، یه مذهب دیگه ای داره، آیا براتون سخته که احترام بذارید؟ یا اگه فکر میکنید به اون مذهب، به اون شخص احترام بذارید، گناه کردید؟ این سوالیه که ما از خیلی از بینندگان عزیزمون پرسیدیم و الان میریم که پاسخ اونها رو داشته باشیم. با ما همراه باشید. آیا از احترام گذاشتن به اعتقاد مذهبی مخالف احساس گناه میکنید و چرا؟ نه، به نظر من ما باید به مذاهب دیگه احترام بگذاریم، چون وقتی احترام میذاریم میتونیم در مورد عقاید خودمون باهاشون صحبت کنیم. نه. چرا؟ چون که هر کسی اجازه اینو داره که فکر رو اون چیزی رو که برای انتخاب مذهب خودش داره رو انتخاب کنه. چرا؟ به خاطر اینکه فکر میکنم حتی اگه اون چیزی که طرف فکر میکنه اگه درستم نیست، شاید توی ناباوری یا دیرباوری افتاده، به خاطر همین اون
چیزایی که اون فکرایی که تو مغزش هست خب باید واسش روشن بشه، خودش گناهی نداره. نه، این وظیفه ماست به همه احترام بذاریم، در هر دینی که هستن، هر نظری که دارن محترم هست. اما بعضی اوقات هست که نمیتونم بگم گناه، ولی احساس دلسوزی برای بعضیا دارم وقتی میبینم که اونا این نجاتو ندارن، این فیضو ندارن، این برکتو ندارن. این حالت برام پیش میاد، نه اینکه بگم احساس گناه میکنم، یه حالت دلسوزی دارم که کاش اونا میتونستن این برکتو داشته باشن همونطور که ما داریم. نه، احساس گناه که نمی کنم، تازه فکر می کنم کار خیلی مثبت و خوبی می کنم. همونطور که گفتم، ما از محبت خداوندمون عیسی مسیح پر شدیم. زمانی که با این محبت و با این عشق آشنا میشیم، در واقع ما یه دریافت داریم از خداوند. حالا دریافت کردیم، نمیتونیم ثابت بمونیم، باید این رو انتقال بدیم. وقتی که انتقال میدیم به دیگران، ما داریم همون عشق و محبت رو انتقال میدیم و کار خود خداوند هست که به این صورت شکل میگیره. پس احترام گذاشتن به یک نظر مخالف نشون دهنده کار مسیح میتونه باشه. بازم نه، ما باید به عقیده هر شخصی، به هر دین و مذهبی که باشه احترام بذاریم، ولی خب باید تا اونجا که میتونیم راه درست رو نشون بدیم که از نظرمون درسته، راه درست بهشون مثلا بگیم. خب عزیزان، با همدیگه مصاحبه رو نگاه کردیم. نای جان، دیدیم که بعضی ها چه جوابایی رو دادن، بعضی ها میتونستن احترام بذارن و براشون احترام گذاشتن سخت نبود، بعضی ها نه، میگفتن که خب به فروتنی میخواد، پس مشخصه که یکم سخت. نظر شما چیه؟ نظر من خداوند اینه که آزادی مذهب هست، آزادی فکر و آزادی اندیشه هست و خدا این آزادی رو به همه ما داده و نباید بذاریم کسی این آزادی رو از ما سلب بکنه. علی‌رغم اینکه اون نظر، اون عقیده، اون روش، اون آیین درسته یا غلطه، اون شخص آزاده که اون رو انتخاب بکنه. و همونطور که می‌بینیم برای عزیزان ما هم این راحت بود که بعضی‌هاشون میگن نه خیلی راحته. برای اون کسی که میگه این کار خیلی راحته، معلومه که اون شخص داره احترام می‌ذاره به اون شخص دیگر. وقتی که ما مثلا میگم نه مشگان جان، من مذهب تو رو، من به تو احترام میذارم که تو این آیین رو داری، تو این مذهب رو داری، دلیل این نیست که من مذهب و آیین تو رو پذیرفتم. شاید برای اون دست عزیزان ما که سخت این احترام رو بذارن، فکر میکنن که یعنی ما پذیرفتیم. نه عزیزان، شما دارید به اون شخص احترام میذارید و احترام شما به اون شخص نشانه پذیرفتن شما نیست. این نشون نمیده که او شما هم همرنگ اونها شدید و الان شما هم پیرو اون آیین شدید. کما اینکه خیلی ها به عیسی مسیح احترام میذارن بدون اینکه احساس کنن مسیحی هستن. پس ما باید به همدیگه، به آیین هم، به نه فقط به آیین هم بلکه به نظرات همدیگه، به اعتقادات همدیگه احترام بذاریم. خیلی مهمه پس ما حقوق به فردی هم در نظر بگیریم و به حقوق فرد احترام بذاریم. توی رومیان 12:10 میگه که همدیگه رو با محبت برادران محبت کنیم. هر کس دیگری رو بیشتر از خودش احترام بذاره، اکرام کنه. پس خیلی مهمه که ما بعد در جای دیگه کلام خدا میگه که مردم میگه همدیگه رو محبت کنین و مردم از این میفهمن که شاگردان من هستین. پس این محبت همراه با احترامه. اگر من نتونم به کسی احترام بذارم، 100% محبتشم نمیتونم بکنم. اگر کسی رو دوست نداشته باشم، شخص و به عنوان یک انسان، به عنوان یک شخصی که دارای آزادی عقیده هست، بهش احترام نذارم، نمیتونم محبت کنم و نمیتونم واقعا اون فیض و بخشش خدا رو بهش نشون بدم. به نظر من این خیلی مهمه که ما حقوق فردی رو در نظر بگیریم و به اون احترام بذاریم. نای جان، بله، نگه داشتن حقوق فردی واقعا مهمه. یادم اومد در مورد افسر رومی وقتی که صحبت کردیم، وقتی که عیسی مسیح غلام او رو شفا داد، این دلیل بر این نبود که مسیح رفت رومی شد. بله. یا مسیح رفت بت پرست شد چون رفت اون افسر
غلام افسر رومی رو شفا داد. درسته. یا مسیح رفت سامری شد وقتی که با زن سامری صحبت میکرد، یا مسیح باجگیر شد وقتی که رفت با اون باجگیر رو خواند که بره پیرو او بشه. مسیح باجگیر نشد، بلکه باجگیر رو دعوت کرد که بیاد پیرو عیسی مسیح بشه. پس ما هم با احترام گذاشتن به دیگران پیرو آیین و مذهب و مسلک اونها نمیشیم، بلکه در رو باز میکنیم تا بتونیم محبت خدا رو به اونها نشون بدیم و بتونیم اونها رو با عیسی مسیح آشنا بکنیم. نای جان، توی قسمت فیلیپیان آیه باب دوم آیه 3-4 رو من دوست داشتم براتون بخونم اگه اجازه بدین. خواهش میکنم. باب 2 آیه 3-4 فیلیپیان: تا با هم یک فکر کنید و همان محبت نموده یک دل بشوید و یک فکر داشته باشید و هیچ چیز را از راه تعصب و عجب مکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. خیلی آیه قشنگی. بله. نای جان، با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. بله. اگر بتونیم واقعا با فروتنی دیگران رو از خودمون بهتر بدونیم، اون وقت میتونیم به نظرات مخالف اونها هم یا درست یا غیر درست احترام بذاریم و با اون شخص در یک زندگی مسالمت‌آمیز زندگی بکنیم. اگر یادت باشه در قسمت قبلی برنامه ما یه صحبت خیلی کوتاه و گذرایی داشتیم در مورد شنیدن. بله. که ارتباطات ما وقتی که با دیگران ارتباط داریم، فقط من با شما حرف نمیزنم، شما با من حرف میزنید، من با شما حرف میزنم، با بینندگان صحبت میکنیم، ولی اگه فقط صحبت کردن باشه این ارتباط نیست. دقیقا. شنیدن در اینجا خیلی مهمه که ما چطور بشنویم و درست بشنویم که باعث بروز اختلافاتی نشه. میشه با شنیدن درست از بعضی از اختلافات، بروز بعضی از اختلافات جلوگیری کرد. اغلب مشاهده کردیم که ما همدیگر رو درست نمیشنویم، بعد باید توضیح بدیم نه منظور من این نبود، منظور من اینجوری بود. حالا چند تا راهکار کوچولو هست که مطمئنم شما هم میدونید، بینندگان عزیز ممکنه خیلی بیشتر از اینه که من میگم بدونن، اگر بیشتر از اینه حتما با ما در میون بذارید. با این 4-5 راهکار اگر توجه بکنیم، من فکر میکنم یه مقدار از اختلافات ما کمتر میشه. اولیش این هست که با روی گشاده آماده شنیدن نظرات مخالف باشیم. بپذیریم که در دنیا به غیر از نظر من نظر دیگه هم هست. اگر فکر کنیم که تنها نظر درست و صحیح و عالی در دنیا نظر منه، دیگه نمیتونیم هیچ نظر دیگه رو بپذیریم. وقتی که داره کسی با ما صحبت میکنه راجع به نظر خودش، واقعا یه روی گشاده داشته باشیم. اگه دقت کرده باشید گاهی اوقات ممکنه، حتی اعتراف میکنم منم حتما این کار کردم بدون اینکه متوجه شده باشم، یه شخصی میاد با من صحبت بکنه بگه ناهید مثلا با اون درسی که دفعه پیش دادی یا اون حرکتی که فلانجا کردی من مخالفم. همچین که میگه مخالفم، اخمای ما میره تو هم، دستامون اینجوری میکنیم، با یه نگاه خیلی بدی نگاه میکنیم که اصلا طرف رو میخواییم شرمنده کنیم از اینکه گفته من مخالف تو هم. بعد خب نه میپذیرم، اگه خواهش میکنم جرأت داری بگو. جرأت داری بگو. در صورتی که میگم او جدا متاسفم اگه کاری کردم که تو ناراحت شدی، ولی صحبت بکن، حتما این مسئله رو بین من و تو برطرف خواهیم کرد. و اون شخص با یک آسودگی خیال حالا میتونه بیاد با ما صحبت بکنه و راجع به اون مسئله‌ای که فکر میکنه من اشتباه کردم با من صحبت بکنه. حالا در پایان این مکالمه یا من به اشتباه خودم پی میبرم یا اون به اشتباه خودش پی میبره، یا میبینیم که نه، دو تا نظر مخالف داریم ولی میتونیم با هم دیگه دوست باشیم و نظرات مخالفمون رو برای خودمون نگه بداریم. نکته دومی که خیلی مهمه، گاهی اوقات ما حالا اگر خیلی بخوام به طرف احترام بذاریم، حالا از ما بزرگتره، رئیسمونه، چه میدونم بزرگ فامیله، وقتی که داره صحبت میکنم چیه الکی سرمونو میندازیم پایین، یه تکون تکونی میدیم و منتظریم، یعنی بابا تمومش کن میخوام برم دیگه. حالا من اینجوری نیستم، من گوش میدم. ممکنه گاهی اوقات برای همه ما پیش اومده که دیگه واقعا خسته شدیم از حرف زدن طرف، سرمونو میندازیم پایین، احیانا پامونم اینجوری اینجوری زر تکون تکون میدیم، یه چیزی که
بس کن. در صورتی که برای یک مکالمه قشنگ، یک ارتباط زیبا، یک گفتگو شنود، اینه که وقتی طرف داره صحبت میکنه من چش تو چشش نگاه بکنم، با یک لبخند، با دستان باز که من باز هستم به سوی هر نظریه‌ای که تو داری، با اون شخص صحبت بکنی. یعنی من میخوام واقعا دوست دارم که از تو بشنوم. و برای اینکه مطمئن بشم درست شنیدم، میگم خب پس مژگان نظر تو این بود. توجه میکنی؟ دارم توجه میکنم و با چند تا سوال توجه خودم رو به اون نشون میدم. در یک محیط آرام صحبت بکنید تا حواستون پرت نشه. اگه راجع به یه چیزی داریم صحبت میکنیم که خیلی مهمه، یه جایی نباشیم که هی بچه ها بیان بگن مامان، بابا، نمیدونم خاله، هی حواس ما رو پرت میکنن، دوباره بر میگردیم سر مسئله اول. توی یه محیط آروم با هم دیگه صحبت بکنیم و به نقاط مشترکی که با هم داریم توجه بکنیم. ببینیم من و مژگان کجا با هم مشترکیم. آره مژگان، من و تو پس راجع به این مسئله موافقیم که مثلا بچه ها شب نباید برن خونه کسی بخوابن، باید بچه ها سر وقت غذا بخورن، ولی اینکه حالا مسواکشون هم هر شب بزنن، حالا اگر مثلا خواستن یه شب هم دیرتر بخوابن از نظر من اشکال نداره. تو میگی نه، حتما باید هر شب ساعت 9 بخوابن. خب سر این تیکش من و تو با هم مشکل داریم، مسئله نداره. تو بذار بچه ها یه شب دیرتر بخوابن، من بچه هام رو هر شب سر همون ساعت مثلا میخوابنم، یا برعکس. دقیقاً به نقاط مشترک همدیگه خیلی خوب توجه بکنیم و از شخص مقابل به خاطر اینکه یک طرز فکر دیگه با ما داره عصبانی نشیم. همچنین که مژگان اومد به من میگه که ناهید، من فکر میکنم در تربیت بچه باید این نکته را توجه بکنی، خشم من برافروخته نشه، دندونا بیرون نیاد، چشها گشاده، ماهیچه ها سفت، که مژگان یه چیزی برخلاف من گفته. من فکر میکنم اگه این چند تا نکته رو توی مکالماتمون با هم دیگه نگه داریم، یه خورده از اختلافاتمون کم میشه. مرسی نای جان، مطمئنم که خیلی مسئله بازتر و گسترده تر از اینه. مرسی از توضیحات جامعه شما. میدونم که اگر ما بتونیم واقعا در احترام با هم دیگه ارتباط درستی رو برقرار کنیم، 100% جامعه‌ای بهتر، روابطی بهتر و صمیمی‌تر خواهیم داشت و میتونیم از هم دیگه بنا بشیم. عزیزان بیننده، مطمئنم که شما هم تجربه خیلی زیادی دارین، شما هم راهکارهای خیلی زیادی دارین. خیلی خوشحال میشم که من و ناهید جان و تلویزیون 107 پرس که ما رو از تجربیات خودتون، از راهکارهای خودتون مطلع بسازید. پس ما منتظر ایمیل ها و تلفن های شما هستیم. تا برنامه دیگه و هفته آینده همه شما رو به خدا میسپاریم. شاد و خرم باشید. خدا نگهدار شما.